سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم تحسن و اعتصاب پنج هزار کارگر شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در استان یزد سی و هشت روزه شد. کارگران اعتصابی خواستار لغو واگذاری 28.5 درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به فولاد خوزستان هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا محمد عباسی بافقی، سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق با اعلام این خبر از نحوه رفتار دولت در قبال این اعتصاب انتقاد کرد و گفت We'll be right <laughs> back. مصوبه هیات دولت برای لغو واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی هنوز پس از یک هفته ابلاغ نشده است. اشاره محمد عباسی به جلسه ی روز سهشنبه هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس بود که در آن محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو واگذاری سهام معدن به بخش خصوصی با دستور شخص رئیس جمهوری خبر داد. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که برای دومین بار سفر خود به باف را لغو کرده است گفته دولت به دلیل آنکه کارگران از پیگیری مطالباتشان کوتاه نیامده و سر کار خود حاضر نشدند حاضر نیست در مقابل آنان کوتاه بیاید حادی قفاری از روحانیونی که در انقلاب 57 نقش داشت و اوایل انقلاب و دهه 60 هم از سران جمهوری اسلامی بود در گفتگوی تفصیلی با وبسایت خبر آنلاین گفته استبداد نعلین و امامه به شدت خطرناکتر از استبداد چکمه و کلاه غذاقی است به افزوده من با استبداد نعلین به شدت مخالفترم تا با استبداد چکمه آقای غفاری گفته امروز کسانی ما را متهم می کنند که خودشان گذشته بسیار تاریکی دارند به تاکید کرده از مواضع گذشتهاش دفاع می کند و نه تواب است و نه پشیمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حضور در یکی از کمیسیون‌های مجلس به سؤالات نمایندگان پاسخ داد و ضمن ابراز امیدواری نسبت به مذاکرات هسته‌ای میزان پیشرفت گفتگوها را خوب ارزیابی کرد وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین میگوید رهبر نظام در جریان تمامی جزئیات مذاکرات هسته‌ای است حسین گرروسی از نمایندگان مجلس گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با حضور در کمیسیون مجمع رهروان ولایت گزارشی از روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و اعضای فراکسیون ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا وی ای افزود وزیر امور خارجه با یادآوری حضور کشورهای مختلف در گروه پنج به علاوه یک خاطر نشان کرد که این مذاکرات با فراز و نشیب همراه بوده است اما روند مذاکرات به خوبی پیش می رود. ظریف همچنین گفته است ما میدانستیم مشکلات از زمان نگارش توافق آغاز خواهد شد. میدانیم که روی خط قرمز ها نباید مذاکره و توافق کرد. هرچند که آنها بخواهند بر روی خط قرمز ها مذاکره کنند. به گفته وی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته است که رهبر نظام در جریان تمامی جزئیات مذاکرات هسته است و تاکید کرد که تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی بر سر خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر با پنج به یک وارد مذاکره نمی شود. ظریف با تاکید بر اینکه خطوط قرمز جمهوری اسلامی را آقای خامنه ای رهبر نظام تعیین می کند افزود هر آنچه در مذاکرات بحث می شود با جزئیات خدمت ایشان گزارش می شود و تیم مذاکره کننده خود را ملزم به اجرای دقیق سیاست های نظام و نقط نظرات رهبری می داند. در این خصوص نادر فریدونی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس به خبرگزاری مهر گفت ظریف سراحتا اعلام کرد که در مذاکرات خصوط قرمز و توصیه های رهبری را کاملا رعایت خواهیم کرد و به آمریکایی ها نیز گفته ایم که کلمه به کلمه مذاکرات را رهبر ما استماع خواهد کرد پس بی ربط صحبت نکنید بهمن ماه سال گذشته نیز حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته ایران خاطر نشان کرده بود که مذاکرات هستهای با پنج به علاوه یک جز به جز به رهبر جمهوری اسلامی گزارش می شود رهبر جمهوری اسلامی تا کنون بارها گفته است که به مذاکرات هسته خوشبین نیست ولی در عین حال پیگیری این مذاکرات را من نکرده است در این راستا نمایندگان اصولگرای منتقد دولت نیز پیشتر اعلام کرده بودند که رهبر جمهوری اسلامی از منتقدان توافقنامه نامی ژنو است و به آن ایرادات اساسی وارد کرده است دفتر آقای خامنی این اظهارات را نه تایید کرده و نه تکذیب دور اخیر مذاکرات 29 و سی خرداد ماه در وین برگزار شد وزیر خارجه جمهوری اسلامی 29 خرداد اعلام کرد که نگارش متن توافق جامع با کندی آغاز شده است و سی خرداد خاطر نشان کرد که درباره محتوا و نحوه نگارش متن توافق اختلاف نظر وجود دارد آقای ظریف همچنین مذاکرات اخیر را بسیار سنگین توصیف کرده بود وی در عین حال تاکید کرد که ایران حاضر نیست به هر قیمتی دنبال راه حل باشد و زیر بار حرف زور نمی رود دور بعدی مذاکرات هستی از 10 تا 29 تیر ماه در بروکسل برگزار می شود عبدالله عبدالله در واکنش به استعفای یک مقام انتخاباتی افغانستان اعلام کرد اکنون درها برای مذاکره با مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان باز شده است. زیول حق امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز دوشنبه با وجود آنکه اتهامات مربوط به دست داشتن در تقلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را رد کرد اما اعلام کرد برای نجات فرایند انتخاباتی می دهد. روز یک شنبه، تیم انتخاباتی عبدالله با انتشار یک فایل صوتی از امرخیل وی را متهم به تقلب در انتخابات کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنج شنبه در پاریس با سران کشورهای عرب دیدار و درباره مقابله با پیکارجویان داعش با آنها گفتگو می کند. آقای کری با مقامات عربستان، امارات، اردن و لبنان دیدار خواهد کرد. آقای کری در حال حاضر برای شرکت در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل است. مسائل مربوط به عراق، سوریه، اوکراین و افغانستان در دستور کار این نشست است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور جدید مصر میگوید آماده است نیمی از ثروت و حقوق خود را به نفع اقتصاد مصر ببخشد آقای سیسی از مصری ها خواسته برای عبور از بحران هایی که کشور را فرا گرفته و حمایت داوطلبانه از اقتصاد ملی با یکدیگر متحد شوند رئیس جمهور مصر تاکید کرده مصر نیازمند اصلاح سریع ساختار اقتصادی خود است و از نقش برخی کشورهای عربی در حمایت از اقتصاد این کشور در دوره گذشته قدردانی کرد. پس از سرنگونی حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر این کشور از بحران اقتصادی رنج میبرد برد. ها و تنش های سیاسی و عملیات خرابکارانه گروه های تندرو اسلامی صنعت گردشگری مصر را که یکی از اصلی ترین راه درآمد ملی این کشور است تقریبا فلج کرده است. منابع خبری از حمله پهپادهای آمریکا به موضع داعش در عراق خبر دادند در همین حال وزیر خارجه آمریکا در اقلیم کردستان عراق از مسعود بارزانی خواست از فروپاشی عراق جلوگیری کند بارزانی حفظ یک پارشگی در عراق را ناممکن خواند از نظر او مالکی مسئول بحران است و باید کنارگیری کند شبکه خبری سکای نیوز به نقل از منابع نزدیک به نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد رهبادهای آمریکا به مواضع گروه تروریستی داعش در منطقه شهرک مرزی القائم واقع در مرز عراق و سوریه حمله کردند جزئیات بیشتری از این حملات هنوز منتشر نشده است در رویدادی دیگر مرتبط با عراق جان وزیر امور خارجه آمریکا از مقامات اقلیم کردستان عراق خواست که از دولت عراق در مقابل نیروهای داعش حمایت کنند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، جانکری در یک سفر از پیش اعلام نشده به کردستان عراق در دیدار با مسعود بارزانی رئیس این اقلیم خواست که کردها علیه نیروهای داعش با دولت مرکزی عراق متحد شوند. مسعود بارزانی با اشاره به بحران عراق گفته بود که کردها خواهان استقلال منطقه کردستان از بقیه کشور هستند و اکنون زمان آن رسیده است که ملت کرد آینده خود را تعیین کند بلومبرگ می نویسد که در آستانه تشکیل دولت جدید عراق وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با مقامات دولت عراق به نخست وزیر نوری المالکی خواهان سعیم کردن سنی ها و کردها در قدرت شده است شبکه تلویزیونی CNN بعد از ملاقات کلی با بارزانی و دیگر رهبران اقلیم کردستان در اربیل از قول وزیر خارجه آمریکا گزارش داد که بارزانی تصریح کرده که خواهان مشارکت در پروسه کمک به تشکیل دولت جدید عراق است در همین زمینه یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا به روزنامه گاردین گفته است که اگر کردها از بحران عراق خود را کنار بکشند این اقدام باعث شتاب گرفتن روندهای منفی زیادی در عراق خواهد شد این گزارش میگوید که مقامات آمریکا فکر می‌کنند که ترغیب کردها به حمایت از دولت مرکزی به اتحاد عراق کمک خواهد کرد در رویدادی دیگر وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد شماری از مشاوران نظامی آمریکا که باراک اوباما وعده اعزام آنها را به عراق داده بود به منظور کمک به نیروهای این کشور برای مقابله با داعش کار خود را در بغداد شروع کردند. در همین حال تنش و درگیری در عراق همچنان ادامه دارد و شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام داعش همچنان در حال پیشروی در این کشور هستند. طبق گزارش ها گروه تروریستی داعش روز سهشنبه توانست بیجی بزرگترین پالاشگاه عراق را به تصرف کامل خود درآورد. سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که در ماه جوان بیش از هزار نفر در عراق در پی پیشروی پیکارگران سازمان تروریستی داعش کشته شدند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در برابر خبرنگاران در ژنو گفت که در فاصله روزهای پنجم تا بیست و دوم جوان دست کم یک هزار و هفتاد پنج نفر کشته و ششصد نفر مجروح شدند. به گفته این سخنگو این آمار به آنگر حداقل تعداد کشتگان و مجروحان و ارقام ذکر شده بر اساس گزارش هایی است که درباره اعدام غیرنظامیان، نظامیان، ماموران پلیس و سربازان به دست آمده و استان های نینوا، دیاله و صلاح الدین را در بر می گیرد. همچنین اعدام این افراد در بیشتر موارد به طور گروهی و بدون انجام محاکمه صورت گرفته است. گفتن این حدود دو هفته است که نیروهای داعش با خشونت در حال پیشروی از جنوب و غرب عراق به سمت بغداد هستند آنها همکنون بخش وسیع از شمال و غرب این کشور را در دست کنترل دارند انتظار می رود در روزهای آتی تحولات عمیقی در کشور عراق رخ دهد سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد اواخر مرداد یا اوایل شهریور ماه قرارداد ساخت دو نیروگاه جدید اتمی با ظرفیت تولید هر کدام هزار مگاوات برق را با روسیه امضا خواهد کرد مسکو هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است این خبر پس از آن اعلام می شود که نیکولای اسپاسکی معاون شرکت دولتی روس اتم به تهران سفر و با مقام های جمهوری اسلامی برای ساخت نیروگاه های جدید در ایران رایزنی کرد به گفته بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیروگاه های جدید قرار است در نزدیکی بوشهر احداث شود روسیه پیش از این کار تکمیل و بهره برداری از نیروگاه فعلی بوشهر را بر داشت که نزدیک به دو دهه به طول انجامیده و هنوز نیز به بهره برداری کامل نرسیده است. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع محلی خبر داد نیروهای سپاه پاسداران به کشاورزان و دامپروران یک روستا از توابع ارومیه حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند که طی آن یکی از کشاورزان کشته شده است نیروهای سپاه علت این اقدام را کمک اهالی این روستا به نیروهای پژاک عنوان کردند گفته شده نیروهای سپاه پاسداران این روستا را در کنترل خود دارند چند قبل اخباری مبنی بر بورسیه غیرقانونی تعداد زیادی از دانشجویان در زمان دولت احمدی نژاد منتشر شد. حال وبسایت پیام نو جزئیات بیشتری از این بورسیه ها را منتشر کرده است. از جمله بورسیه غیرقانونی ده زن و شوهر و 15 خواهر و برادر در دانشگاه معتبر کشور. وبسایت پیام نو همچنین از بورسیه غیرقانونی سه هزار تن از افرادی خبر داده که شرایط سنی بورسیه شدن را نداشتند انتشار خبر اعزام دانشجو با بورس دولتی و اهدای بورس دانشگاه های داخلی به بیش از چهار هزار دانشجو خارج از ضوابط قانونی در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یکی از موضوعات جنجالی در حوزه آموزش عالی کشور است. کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. بر این اساس تبلیغ برای کاهش فرزند و همچنین عقیم سازی در ایران و همچنین کمک به سخت جنین با مجازات حبس روبرو خواهد شد. در همین حال نمایندگان مجلس به عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی برای عدم برخوردهای مناسب با بدهجابان کارت زرد دادند. کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در رایگیری برای تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور 106 نماینده مجلس با آن رأی موافق دادند در برابر 72 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع در صورت تصویب کامل این طرح تبلیغ برای کاهش فرزند و همچنین عقیمسازی در ایران مجازات خواهد داشت و کمک به سخت جنین نیز با مجازات حبس دو تا پنج سال روبرو خواهد شد. در همین راستا علی متحری هم گفت بر اساس فتوای آقای خمینی اگر عقیم کردن مرد یا زن به گونه ای باشد که قابلیت بازگشت داشته باشد این جایز است ولی اگر قابل بازگشت نباشد حرام است و جایز نیست متحری همچنین در موافقت با این طرح گرایش به فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی را از جمله دلایل کاهش جمعیت عنوان کرد. یک فوریت این طرح در جلسه یک شنبه 24 فروردین 1393 به تصویب مجلس رسیده بود. این طرح به گفته طراحان آن در راستای سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران تهیه شده است. رهبر جمهوری اسلامی در چند سال اخیر بارها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و گفته است ایران می تواند 150 میلیون جمعیت داشته باشد دفاع از موضع رسیدن جمعیت ایران به 150 میلیون نفر پیش از آن از جانب محمود احمدی نژاد صورت گرفته بود ولی تا قبل از اظهار نظرهای آقای خامنه ای واضح نبود که مواضع آقای احمدی نژاد در این زمینه در راستای دیدگاه های رهبر ایران است به دنبال موزگیری های آقای خامنه ای مجلس نهم قانون مصابه سال 1372 برای کنترل جمعیت را اصلاح و اعلام کرد که تمام قوانینی که محدودیت هایی را در زمینه تعداد فرزندان وضع می کنند لغم می شوند. در رویداد مشابه دیگری در مجلس در خصوص تصمیم در مورد نوع پوشش زنان نمایندگان مجلس ایران روز گذشته از توضیحات عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی در مورد اقدامات این وزارتخانه درباره قانون حجاب و افاف قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند به گزارش خبرگزاری مهر پس از ارائه توضیحات وزیر کشور درباره اقدامات وزارتخانه در رابطه با حجاب علی متحری نماینده تهران از این توضیحات قانع نشد و بر اساس آینامه داخلی مجلس محمد حسن ابوترابی فرد رئیس جلسه علنی مجلس این موضوع را به رأی مجلس گذاشت. نمایندگان مجلس با 64 رأی موافق، 135 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن از توضیحات وزیر کشور قانع نشدند و وی کارت زرد را دریافت کرد. عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور در پاسخ به سوال نمایندگان ایجاد کانون تشکلهای غیر دولتی فعال در عرصه افاف و هجاب برای توسعه حرکتهای مردمی را از جمله اقدامات وزارت کشور ذکر کرد و افسود از جمله این موارد است که پیشنهادمان آن است که از طریق انجمنها و انجیو ها و خیریه های موجود امر به معروف و نحی از منکر را به مردم واگذار کنیم آقای رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد طبق آمار نیروی انتظامی در سال گذشته دویست و بیست هزار نفر از افرادی که هجاب را در جامعه رعایت نکردند به نیروی انتظامی ارجاع شدند و تعهدات اخلاقی از آنها گرفته شده است. ارائه کارت زرد به رحمانی فضلی که پنجمین کارت زرد به وزرای دولت است از این رو اهمیت دارد که بانی این اقدام علی متحری بود که دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان می کوشند و ایران نماینده ای متدل جا بزنند. علی متحری که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است در کنار انتقاد به برخی رفتارهای تندروها اما همواره درباره موضوع حجاب موازی کاملا منطبق با افرادگرایان گرایان داشته و در این زمینه در هر شرایطی به دست کاران تذکر داده است وی پس از روی کار آمدن حسن روحانی و علیرغم هایی که رئیس دولت یازدهم در خصوص بهتر شدن فضا برای زنان داده بود سراحتا به دولت روحانی هشدار داد صبح امروز چهارشنبه مراکز انتخاباتی در لیبی برای مشارکت در دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی قذافی در سال 2011 به روی مردم این کشور گشوده شد. بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر از لیبیایی هایی که واجد شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی هستند برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. در این انتخابات 1628 کاندید بر سر دویست کرسی پارلمان رقابت می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با اشاره به آتش بس میان جدایی طلبان شرق اوکراین و دولت این کشور گفت آتش بس هفت روزه در اوکراین برای برقراری صلح در این کشور کافی نیست به گزارش رویترز به خواستار گفتگوهای عمده میان کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شد در همین حال شرکت گاز وی اتریش و گازپروم روسیه قراردادی برای ساختن بخش اتریشی خط لوله جریان جنوب امضا کردند که اوکراین را دور خواهد زد بر اساس این قرارداد قرار است گاز از روسیه با عبور از دریای سیاه سربستان و مجارستان به اروپا برسد کمیسیون اروپا شرکت گازپروم را به نقض مقررات رقابتی متهم کرده و از اعضای اتحادیه اروپا خواسته است با اجرای این پروژه همکاری نکنند. افراد مسلح به مسافران یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه پیشاور پاکستان حمله کردند. این هواپیما با 170 مسافر از ریاض وارد پاکستان شده بود که مورد حمله قرار گرفت. گزارش ها درباره تلفات این حادثه متناقض است. برخی رسانه ها گفتند دو نفر در این حادثه مجروح شدند و برخی گزارش های تایید نشده هم به مرگ یک زن در این حادثه اشاره کرده است. ماه پیش نیز گروه تروریستی طالبان در حمله مرگبار در وزیرستان شمالی به فرودگاه کراچی حمله کرده بود. شاهدان عینی میگویند گروه افراطی بوکوهرام در نیجریه با حمله به روستایی در شمال شرقی آن کشور 60 دختر و 31 پسر را ربوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نیروهای امنیتی نیجریه خبرهای مربوط به ربوده شدن این افراد را رد کردند اما منابع محلی آن را تایید کردند با وجود آنکه ارتش ستاد فرماندهی استروری در آن شهر مستقر کرده است اما تاکنون نتوانسته حملات پیکار جویان بوکو حرام که تقریبا همه روزه انجام می شود را مهار کند دولت نیجریه هنوز نتوانسته دویست دختر دانش آموزی که پیشتر توسط این گروه افراطی رو بوده شده بودند را پیدا کند ایالات متحده به منظور کمک به دولت نیجریه برای یافتن این دختران دانش آموز اعلام آمادگی کرده است طی هشت ماه گذشته یک میلیون گردشگر ایرانی از ترکیه بازدید کردند. در حال حاضر در مراودات گردشگری ایران و ترکیه کشور ترکیه با پذیرش نزدیک به دو میلیون گردشگر ایرانی در سال وضعیت به مراتب بهتری را داراست. در این رابطه مقامات میراث فرهنگی جمهوری اسلامی خواستار ایجاد توازن در این زمینه شدند. میستان بختیاری از ترکیه گزارش میدهد. ارتغل یونای وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه در مصاحبه گفته طی هشت ماه گذشته یک میلیون گردشگر ایرانی از ترکیه دیدن کردند. اخیرا صحبت های میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در زمینه امضای یادداشت تفاهم نامه میان بخش گردشگری ترکیه با ایران مطرح شده. آقای مرتضا رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در سفری که به ترکیه داشت مذاکراتی رو با مقامات گردشگری این کشور در زمینه ایجاد توازن در مراودات گردشگری دو کشور راشن. آقای رحمانی موحد در دیدار با اوزاسلان قائم مقام وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور با اشاره به اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی گفته ما خواستار برقراری توازن در تبادلات گردشگری دو کشور هستیم که اکنون به سود ترکیه برقرار هستش آقای اوزسلان هم در این رابطه گفته که در حال حاضر سالانه حدود 8 میلیون گردشگر ترک از کشورهای مختلف بازدید کنند و ترکیه آماده است که تجربیات سی ساله خودش رو در اختیار ایران در این رابطه قرار بده البته در شرایط فعلی شرکت های توریستی ترک در ایران فعالیت زیادی رو دارن اما به نظر میرسه در زمینه تبلیغات هم این شرکتها در ایران با مشکلات زیادی روبرو هستن چرا که آقای گونای وزیر گردشگری ترکیه در مصاحبه اخیر خودش گفته که تبلیغات گردشگری بدون تصاویر دریا و پلاج اساسا غیر ممکن هستش هرچند که ایشون گفته موضوع گردشگری ترکیه تنها به دریا و پلاج محدود نمیشه اما با این حال عنوان کرده ما سعی میکنیم با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی ایران این تبلیغات رو انجام بدیم چرا که به هر حال رعایت قوانین این کشور از سوی ما الزامی هستش همینطور آقای گونای اشاره کرده به سهم اندک و ناچیز ایران از درآمد صنعت توریست و گفته که سهم ناچیز ایران در این رابطه نشون میده صنعت گردشگری نتونست نقش خودش رو به عنوان عامل توسعه اقتصادی کشور و معرفی ایران به عنوان یک کشور توریستی و فرهنگی به خوبی ایفا بکنه البته جدای از این گفته آقای گونای ما میدونیم بسیاری از کارشناسان دلیل بی بهر ماندن ایران از درآمد سرشار گردشگری رو جدای از نبود زیر ساخت های مناسب وضع قوانین سختگیرانه مذهبی و حکومتی در ارتباط با گردشگران خارجی میدونن این اتفاق در حالی در مورد ایران افتاده که آخرین گزارش های منتشر شده از سوی همایش اقتصاد جهانی و به نقل از روزنامه حریت در مورد سهم گردشگری ترکیه از توریسم جهانی نشون میده این کشور در سال 2013 در میان 140 کشور جهان رتبه 46 رو به خودش در این زمینه اختصاص داده و آمارها نشون میده سالانه حدود 30 میلیارد دلار درآمد ارزی از این راه به دست آوره در جایی که ایران در بهترین حالت در طی سی سال اخیر آنطور که مسئولین سازمان میراث فرهنگی اعلام کردند تنها سه میلیون بازدید کننده در سال و حدود دو میلیارد دلار درآمد ارزی داشته در صورت که درآمد اقتصادی حاصل از توریسم در کل جهان رقمی بالغ بر هزار میلیارد دلار در سال هستش ترکیه تلویزیون ایران فردا گزارش بود از همکارم میزبان بختیاری از ترکیه اما افزایش جراحی زیبایی در ایران تلویزیون را هم به واکنش واداش مسئولان سازمان صدا و سیما اعلام کردند که برای جلوگیری از مصری شدن جراحی های زیبایی تنها بازیگران جوانی را به خدمت می گیرن که هیچ گونه جراحی زیبایی انجام نداده باشند به نوشته خبرگزاری ایسنا برخی از کسانی که خود را به تیغ جراحی سپردند با هدف بازیگر شدن و به شهرت رسیدن این کار را انجام دادند علی اکبر محزون مدیر کل دفتر جمعیت امور و اطلاعات مهاجرتی سازمان ثبت احوال ایران گفته است 48 درصد زنان کشور با اینکه در سن ازدواج قرار دارند اما همچنان مجرد هستند آقای محزون در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران از افزایش میانگین سن ازدواج در دختران و پسران ایرانی خبر داده است به گفته وی در سال گذشته به ازای هر هزار نفر ده ازدواج به ثبت رسیده و استانهای اردبیل، کردستان و خراسان رضوی بیشترین نرخ ازدواج و استانهای تهران، البرز و کرمان کمترین نرخ ثبت ازدواج را داشتند. معصومه آباد عضو شورای شهر تهران پیشنهاد ایجاد گورستان در پارک ها و اماکن تفریحی را داده است به با اشاره به اینکه بر اساس گزارش ارائه شده در محله هایی که بافت مسکونی و فرهنگی اجتماعی تغییر کرده است مردم علاقه ای به ایجاد گورستان در آن نشان نمیدهند گفت می توانیم در این زمینه با احداث گورستان در محل پارک ها و اماکن تفریحی اقدام کنیم و می توان به طور مثال به بوستان نهج البلاغه اشاره کرد تا با توجه به نیازهای ما رفتگان ما نیز در کنارمان باشند علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در سبزوار با حمایت از سیاست های دولت روحانی گفته است سیاست ما سیاست باز فرهنگی است و همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درخواست فرزند دکتر شریعتی مبنی بر انتقال جسد پدرش گفت اگر نظام موافق باشد انتقال جسد انجام خواهد شد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی میگوید یکی از سیاست های دولت یازدهم در خصوص مسائل فرهنگی و هنری سیاست باز فرهنگی است یعنی همه کسانی که دارای فکر و اندیشه و نظر هستند بتوانند آزادانه سخن بگویند بنویسند و فکر خود را به دیگران منتقل نمایند به گزارش خبرگزاری ایرنا جنتی در سبزوار افزود در حوزه مطبوعات باید هم مخالفان و هم موافقان سخن خود را آزادانه بیان کنند و در دولت تدبیر و امید تلاش شده این فضای باز فرهنگی حاکم باشد وی با بیان اینکه بیش از 6100 نشریه دارای مجوز در کشور وجود دارد، حضور روزنامه های متعدد با افکار و اندیشه های مختلف در عرصه اطلاع رسانی را نشانه فضای باز فرهنگی در کشور عنوان کرد. وی در پایان هم گفت صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران مشکلات فراوانی داشت که خوشبختانه با انجام اقدامات مناسب رونق دوباره یافت. وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خودم گفت چنانچه نظام موافق باشد انتقال پیکر علی شریعتی از سوریه به ایران را پیگیری خواهد کرد. منظور از نظام در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی علی خامنه ای و نزدیکان پرنفوز او هستند گفتنی سخیران احسان شریعتی فرزند علی شریعتی خواهان دخالت دولت برای انتقال جسد پدرش از سوریه به ایران شده است احسان شریعتی گفته بود وصیت شریعتی این بود که پشت تالار حسینی ارشاد دفن شود بردن شریعتی به سوریه به تصمیم خانواده و دوستان با حالت مومیایی شده و امانت گذاری بود. اما در همین راستا که علی جنتی سخنانی در خصوص مطبوعات و انتقال پیکر شریعتی داشت محمد حسینی وزیر پیشین ارشاد انتقادهایی را متوجه وزارتخانه ارشاد ساخت. وی دولت یازدهم را به نخواستن برای جای فرامین علی خامنه ای در حوزه فرهنگ متهم کرد و گفت در میان مدیران کشور افرادی هستند که به نظام و انقلاب اعتقادی ندارند و برخی هنرمندان بعد از حوادث 88 با دولت و نظام کار نمی‌کردند. آقای حسینی در پایانم گفت یک بار آقای سفار هرندی از قول که از مقامات کشور نقل می کردند فرش وزارت ارشاد در دوره اصلاحات نجس شده و باید چند بار حسابی آن را بشویند و بچلانند تا پاک و تاهر شود. گفتنیست از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی وزارت ارشاد مورد انتقادهای محافظ کاران قرار گرفته است. این وزارتخانه که به وزیری علی جنتی فرزند دبیر شورای نگهبان اداره می شود بر اساس این اعتقادات تاکنون بسیاری از وعده های خود را پس گرفته است چندی قبل و با شدت گرفتن انتقادها از وزارت ارشاد رهبر جمهوری اسلامی هم از وضعیت فرهنگی انتقاد کرد که به دنبال آن علی جنتی با صدور بیانیه اعلام کرد دیدگاه آلمانه رهبر جمهوری اسلامی راه گشای مدیران فرهنگی کشور و همه اهل فرهنگ و هنر است و این وزارتخانه برای تحقق منویات وی تلاش می کند. با این گزارش به پایان این مجموعه خبری می رزیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.